بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، من نظام پرور از مدیران آراد برندینگ هستم. امروز میخوام در مورد مذاکره با شما صحبت کنم. شما چه در صادرات کار کنین چه در بازار داخلی، نکاتی که بهتون میگم در بحث مذاکره بسیار 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 میتونه در مذاکرات و کیفیت خروجی شما تاثیرگذار باشه. مذاکرات در نظر من دو قسمت تقسیم میشن: مذاکراتی که بر پایه تلفن هستن، یعنی شما در زمان پاسخگویی فرصتی ندارید که بازخورد مناسبی داشته باشید، یعنی باید در لحظه فی‌البداهه پاسخ بدید و تحلیل لحظه‌ای باید داشته باشید تا بتونید پیش برید. و نوع دیگه در مذاکرات که میتونید بگید مذاکرات آفلاین که پیامی هست و حتی صوتی در پیام رسان‌ها، مسنجرها، واتساپ، امثال اینها که در واقع مذاکره می‌شود. این دو تا سیستم ما داریم. حالا می‌خوایم با این دو تا سیستم پیش بریم. مذاکره تلفنی شما می توانید خیلی راحت تر اطلاعات مشتری رو کشف کنید، جاهای گیرش بندازید، حقیقت‌ها رو مشخص کنید، اگه دروغ میگه دروغش رو مشخص کنید، اگر داره مسیر رو پیش میره و میخواد خرید کنه فشار بیارید تا بپذیره با شما کار کند. اما در مذاکره پیام رسان‌ها، مذاکره آفلاین، مذاکره‌ای که به صورت غیر صوتی و مستقیم آنلاین هست، این کارها رو نمیتونید بکنید. نکته اول، سعی کنید با هر مشتری که شروع کردید، چه بازار داخلی چه صادراتی، اولین بار تلفنی باهاش صحبت کنید. تلفنی صحبت کردن از پیام رسان خیلی بهتره. شما در پیام رسان هر متنی که بنویسید، مخاطب این متن رو با مضمون منفی میخونه، یعنی خیلی سخت متنی بنویسید که واقعا تاثیرگذار باشه. اما وقتی تلفن میزنی، هم حضور و هم واقعیت تو رو به مخاطب میرسونه و هم این که مخاطبتون این پیامی که داره از شما میگیرد و تماسی که داره میگیره، حس واقعی بودن شما زیاد میشه. از اون طرف هم میتونید رصد کنید مخاطبتون در چه لولی هست. بعدن یه سری نکات در مورد مذاکره تلفنی میگم که جزئی تر بازش میگم. امروز فکر نمیکنم خیلی وقت بشه همه رو توضیح بدم. پس اصل اول، همیشه با مذاکره تلفنی کارو شروع کنیم، یعنی مذاکره آنلاین اولویت شروع کار ما هست. دوم، ادامه مذاکرات رو در آفلاین انجام بدیم، اما باید پیام هامون رو برنامه‌ریزی کنیم. یعنی ما یه پیامی داریم به مخاطب میدیم، در این پیامی که داریم به مخاطب میدیم باید یک سطحی از مذاکره رو پیش ببریم بدون اینکه بخوایم چند لایه داشته باشیم. مثال بزنم، وقتی داریم مذاکره میکنیم تو پیام رسان‌ها، در هر پیامتون باید یک موضوع فقط مطرح بشه، یک هدف رو باید دنبال کنید، کوتاه باشه و منتظر جواب مخاطب، بعد موضوع بعدی و بعد موضوع بعدی. من بعضا دیدم دوستانی که در پیام رسان ها پیش میرن، یه دفعه یه پیام چند خطی بسیار طولانی که جنبه های مختلف از موضوع رو مطرح کرده برای فرد میفرسته و میخواد ازش جوابشو بگیره. این فرد یک مورد دو موردشو میخونه، الباقیشو جواب نمیدهد. ما در مصاحبه که فردی که میخواهد برای ما استخدام بشود و پیش ما کار کنه، بعضا یه فایل صوتی حتی براش میذارم که دو سه تا سوال، چهار تا سوال یا چهار پنج تا موضوع رو مطرح میکنم، خیلی از موضوعات رو درست متوجه نمیشه. پس شما در مذاکرات آفلاین حتما باید جز به جز با مخاطب پیش برید. در مذاکرات حضوری چون شما فرصت زمان یعنی محدوده و سریع جواب میتونید بگیرید، عملا این اتفاق میفته. اما در مذاکرات آفلاین چون شما میتونید پیامتو آماده کنی، یه صفحه آچار پیام آماده میکنی برای مخاطب میفرستی، میگه حالا بیا جواب بده، خب جواب نمیده. این کار لطمه میزنه به پاسخ و مذاکره که دارید و مذاکره زود متوقف میشه. بعد شما اومدید تمام استراتژی و حرفتون رو در یک کلام بیان کردید، خب چه اتفاقی میفته؟ مخاطب برگشت میزنه، یه جایی بد میفهمه، یه جایی ناقص میفهمه و خروجی کارتون میشه منفی. اما اگر هر سوالی که میکنید منتظر جوابش باشید و بعد سوال بعدی مطرح کنید، میتوانید پیش بینی عملکردهای بعدی مخاطب رو داشته باشید. این خودش خیلی ارزشمنده. این اصل بسیار مهمی در مذاکره هست. در مذاکرات تلفنی همه شما میدانید ما به دنبال این هستیم که بفهمیم مخاطبمون چی کار هست. پس باید با سوال کردن‌های مطلوب، نه سوال کردن‌های اشتباه. حالا در مورد سوال کردن‌ها باید جداگانه صحبت کنم. با سوال کردن‌های مطلوب بتوانیم مخاطب رو به چالش بکشونیم. یکی از روش‌هایی که می‌تونیم از این سوال کردن‌ها استفاده کنیم که حالا امروز بهتون میگم، روش این هستش که مخاطب وقتی یک چیزی رو میگه در مورد بیزینسش، در مورد کسب و کارش، در مورد موضوع فعالیتش، شما از همون کلماتی که داره استفاده میکنه از خودش سوال کنید. مثلا در واقع درخواست توضیح بیشتر میکنید. مثلا میگه من در کشور بنگلادش هستم و کارم واردات خرما هست. میگین که چه نوع خرمایی؟
می‌کنید؟ میگه کارم واردات خرماست. میگین چه نوع خرمایی؟ میگه خرماهای فلان و فلان و فلان. چه نوع بسته بندی؟ خرما کار میکنید چه نوع بسته بندی؟ مخاطب سعی میکنید با این سوالات پیش برید. البته بگم اگر لحن مکالمتون صرفا پیام صوت متنی باشه، این برای مخاطب مثل استنتاق و بازجویی میرسه. اما اگر این نه، با یه سوال باشه و قبل و بعدش یه کلمه احترام آمیز استفاده بشه، یعنی مثلا خیلی عالیه، خوشحال شدم با یک تاجر موفق خرما صحبت میکنم، میخوام بدونم، علاقه مندم بدونم چه نوع خرمایی کار میکنید. پس من نگفتم فقط چه نوع خرمایی، با یک موضوع، یک جمله قشنگ از مخاطب پیش رفتم و مخاطب نسبت به این موضوع اطلاعات بیشتری به من میدهند. میتونیم جملاتمون رو قشنگ کنیم. مقداری باید فکر بیشتر کنیم، مقداری باید تمرین بیشتر کنیم. شما که میخواین بیزینس رو شروع کنید، سعی کنید دوره‌هایی بر اینها تمرکز کنید. اگر نکنید میزان ریزشاتون افزایش پیدا میکنه و قطعا اون هدفی که دنبالش هستین رو به دست نمیارید. پس این دوتا موضوع رو داشته باشید. یک، اصل مذاکره در آنلاین بود که تلفنی بود و گفتم بسیار مؤثره. دو، اصل مذاکره در آفلاین که گفتم کوتاه و در جهت کسب اطلاعات از مخاطب باشه. امیدوارم موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.